به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. شرکت برق رسانی یا برشنا تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که برق کابل و 13 ولایت دیگر برای یک روز 50% کاهش یافته است. این شرکت با نشر خبرنامه گفته است که به دلیل ترمیم و ساخت اساسی تاسیسات برق در ازبکستان، برق وارداتی شماری از ولایت‌های کشور از ساعت 8 صبح تا 4 عصر روز پنجشنبه در قوس حدود 50% کاهش یافت. به این ترتیب ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، پنچیر، سمنگان، بغلان، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدانوردک، لوگر، پکتیا و خوست ممکن است با کمبود برق روبرو شوند. افغانستان بیشترین برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان و ازبکستان وارد می کند. گفتنی است که همساله با فرارسیدن فصل زمستان، مشکلات بیبرقی در ولایت‌های مختلف کشور افزایش می‌یابد. نشست مخالفان طالبان در مسکو، چه کسانی اشتراک می‌کنند و آجندا چیست؟ اتفاق باور نکردنی که در این نشست رخ داد. این نشست تحت عنوان افغانستان میان گذشته و آینده در مسیر جهان عادلانه و توسعه پایدار برگزار می شود. این نشست به میزبانی حزب روسیه عادل برگزار می شود و قرار است حوالی ساعت 11 صبح امروز به وقت روسیه در هتل پرزیدنت مسکو کارش را آغاز کند. حزب روسیه عادل که میزبانی این نشست را به عهده دارد، 20% کرسی پارلمان آن کشور را در اختیار دارد و گفته می شود که از اعضای متحد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. این نشست در حال مخالفان طالبان در روسیه را گرد هم می آورد که در اواخر ماه آگوست سال جاری میلادی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با سرگی میرانوف رئیس حزب روسیه عادل و معاون پارلمان فدراسیون روسیه در مقر پارلمان آن کشور دیدار کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته بود که در این نشست در مورد مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان گفتگو شد و در مورد راه‌های بیرون رفت از بحران در کشور صحبت‌های مفصل اما جانبه و سازنده صورت گرفته است. چه کسانی اشتراک می‌کنند و آجندا چیست؟ بر اساس فهرستی که از برنامه‌های نشست به دسترس خبرنگار شفقنا قرار گرفته، در این نشست احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و از اعضای ارشد شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان عبدالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، فوزیه کوفی، شکریه بارکزی، محمود صیقل، فضل احمد معنوی، آلیه یلماز، عبدالستار حسینی، زکریا مشکور و شمار دیگر از اعضای پارلمان پیشین و فعالان سیاسی افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست هستند. روسیه و طالبان. نشست مخالفان طالبان در روسیه در حال برگزار می شود که این نشست در بیش از 2 سال گذشته تعامل گسترده با طالبان داشته است. روسیه سفارت افغانستان را در اختیار طالبان قرار داده است و دیپلمات‌های این گروه را در این سفارت پذیرفته است و همچنین سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته است. علاوه بر این کشور در نشست‌های مختلف در مورد افغانستان و منطقه از طالبان دعوت کرده است که اشتراک کنند. در تازه ترین مورد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست فرمت مسکو در شهر کازان اشتراک و سخنرانی کرد. این نشست و میزبانی زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان برگزار شده بود. کنفرانس افغانستان بین گذشته و آینده و سوی صلح عادلانه و توسعه‌دار در هتل پرزیدنت مسکو آغاز شد. اکنون خبرنگار اسپوتنیک در محل حضور دارند. این کنفرانس توسط انستیتوت یک جهان عادل به حمایت حزب روسیه عادل و اکادمی علوم روسیه برگزار شد. مسکو امروز میزبان نشست تحت نام افغانستان در میان گذشته و آینده است. در چارچوب آن برنامه ریزی شده است که موضوعات تحت بررسی قرار گیرد. تلاش های بین المللی برای مصالحه بین الافغانی، تضمین امنیت منطقه و بازسازی کشور پس از جنگ، سیاست های فراگیر به عنوان تضمین توسعه صلح‌آمیز و باثبات، از جمله مشکل غلبه بر نابرابری جنسیتی، تروریسم بین المللی و قاچاق مواد مخدر، تهدید جهانی برای تمام بشریت و دیگران می باشد. محمد محقق عضو شورای مقاومت ملی در نشست مسکو گفته است که هزاره ها و شیعیان در افغانستان تحت تسلط گروه طالبان با تبعیض دولایه‌ای دست و پنجه نرم می کنند. به گفته آقای محقق، هزاره ها و شیعیان در حکومت قبلی افغانستان
حضور 25% داشتن، اما در نظام گروه طالبان حتی یک وزیر هم در کابینه این گروه حضور ندارند. اومیه افزاید در افغانستان تحت تسلط گروه طالبان هزاره‌ها به صورت دست جمعی در ورزشگاه ها، آموزشگاه ها و مسجد ها مورد حمله قرار گرفته و کشته می شوند. آقای محقق اضافه کرده هزاره ها که در مناطق مرکزی و شمالی ساکن هستند کوچ اجباری داده شده و از زمین هایشان به واسطه گروه طالبان غصب می گردد. محقق در ادامه تصریح کرده است که گروه طالبان مرتکب اپراتایت جنسیتی شده و علاوه بر این که زنان را از کار منع کردن، آنان را از حق تحصیل و تعلیم محروم کردند و زنان را در یک ردیف اموال و املاک مردان قرار دادند. نماینده رئیس جمهور ایران در نشست مسکو میگوید گزارش ها و برخی از اظهارات مقام های طالبان نشان میدهد که گروه های تروریستی متعدد در خاک افغانستان حضور دارند. او روز پنجشنبه 2 قوس در نشست تحت عنوان افغانستان در میان گذشته و آینده در مسکو گفت که هرچند این گروه ها هنوز عملیات انجام ندادند، اما حضور چهره های عضو گروه های تروریستی در خاک افغانستان نگران کننده است. وی در این نشست از روی کردهای عقیدتی طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از توسعه مدارس جهادی منتشر شده است. به گفته نماینده ایران، توسعه مدارس دینی که قرائت خاصی از اسلام را ترویج می‌کند، تهران را نگران کرده است. او در این نشست افزود که طالبان اقدام قابل قبول در زمینه شکل گیری حکومت فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام افغانستان انجام ندادند و ایران آماده است میزبان گفتگوی طالبان با نمایندگان اقوام مختلف باشد. در این حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در واکنش به گزارش ویژه فریدون سنرلی اغلو و هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان گفت که طرح سنرلی اغلو به وخامت اوضاع افغانستان می انجامد. احمد مسعود در مسکو میگوید کلید حل مشکل افغانستان همه‌پرسی برای انتخاب نو نظام آینده است. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و بهروز و سرفراز باشید.